درود بر شما، من سام ایران شهر هستم. این پادکست نهم ما هست از سری پادکست های هفتگی ایران شهر. امروز روز 8 فروردین 1398 است. همونطور که میدونید سال جدید با سیل و آوارگی بسیاری از هممیهنان ما آغاز شده. ما میدونید که در فرهنگمون مسئله هست که میگه سالی که نکوست از بهارش پرداست. متاسفانه بهار آغازش خوب نبوده. البته من همه اینها رو میذارم به حساب این که ما مردم ایران باید به هر حال روی پای خودمون بایستیم، با سختی ها و دشواری ها روبرو بشیم یک بار برای همیشه. هر مشکلی هم که به وجود میاد باید باش مقابله بکنیم تا در کنار همه این مسائل بتونیم سیاست مردمی و ملی خودم رو جلو ببریم و در نهایت حکومت رو در ایران عوض بکنیم و حکومت درست و مردمی و ملی جای اون بذاریم و دیگه این روزهای سخت هی بدتر و بدترن شه هر سال. امید من این هست که ما امسال به هدفهامون هرچه بیشتر نزدیک بشیم. فقط همونجور که میدونید هدف ما براندازی رژیم نیست. ما به بعد از اونم بسیار فکر کردیم و اصل کار بعد از اونه. همونطور که میدونید من در ابتدای هر پادکست ابتدا در مورد مسائل خارجی صحبت میکنم و این چند وقته خب اتفاقاتی افتاده که یه مقدار بازی ها رو مخصوصا در آمریکا عوض کرده. خوشبختانه به نفع ما عوض کرده. خب مسئله‌ای که میخوام زودش بپردازم و بعد بریم سر مسائل ایران، موضوع دونالد ترامپ هست. همونطور که میدونید این شخصیت بسیار شخصیت بحث برانگیزی هست، از ابتدا بوده، بسیار آدم اهل عملی هست و به طور شاید اتفاقی یا نه سیاست هایی که دنبال میکنه برای یک بار هم که شده از طرف ریاست جمهوری آمریکا به نفع مردم ایران هست. خب این یک چیزی هستش که واقعا ما دنبالشیم، منافع مردم ایران رو تامین میکنه و ما بهش میپردازیم و بهش فکر میکنیم و برای اون مهمه. ببینید از اون زمانی که دونالد ترامپ در سال 2016 انتخاب شد، تمام سیستم و دستگاه حزب دموکرات آمریکا که مخالف است با دونالد ترامپ و در واقع حریف اصلی جمهوری خواهان است در آمریکا، اینها تمام سعی و تلاششون رو میکردن تا اینکه دونالد ترامپ رو تضعیف بکنن، جلوی کارهاش رو بگیرن، جلوی سیاستهاش رو بگیرن و نذارن به قولهایی که داده در انتخابات عمل بکنه. آقای ترامپ اما تونسته از پس خیلی از مسائل بر بیاد، مشکلاتی رو حل بکنه که دولت اوباما در حل اونها عاجز مونده بود و حتی نمیتونست طرفش بره. خب حزب دموکرات حزب بسیار پرطرفداری هست در آمریکا. این افراد حتی در دولت آمریکا و در سازمانهای فدرال هم بسیار پرنفوذ هستند، در جاهایی که اصولا سیاست نباید کار بکنه و این سازمانها باید در اختیار دولت زمان خودشون باشن. خب از اون ابتدا شروع کردن دموکرات‌ها شایعه پراکنی که این انتخابات رو دونالد ترامپ با کمک روسیه برده و با روسیه همدستی کرده و همکاری کرده و انتخابات رو برده. کیس و پرونده‌هایی باز شد که فقط به خاطر اظهارات هیلاری کلینتون رقیب ایشون که همش الان ما لااقل می‌دونیم که دروغ بوده این ادعا و قانونی نبوده، حتی شروع شدن این تحقیقات قانونی نبوده. FBI آمریکا تحقیقاتی رو شروع کرد در این مورد، کیسی رو باز کرد، از چندین نفر مصاحبه و تحقیقات شد. در حال این تحقیقات به یک سری جرائم هم پی بردن که بعضا افرادی که در برهه‌ای با دونالد ترامپ کار کرده بودن مرتکب اونها شده بودن. بعضی افراد رفتن زندان، اتهام‌های مطرح شد، دادگاه‌های در جریانه، ولی هیچ چیز که بتونه ثابت بکنه دونالد ترامپ مجرم بوده و واقعا تبانی کرده با روسیه و با همدستی خارجی ها انتخابات رو برده پیدا نشد. مدیر این تحقیقات فردی به اسم رابرت مولر. آقای رابرت مولر مدیر ویژه تحقیقات در FBI بود. 2 سال تمام این آقا از همون ابتدا پرونده بهش سپرده شده بود که تحقیقات رو انجام بده. جالب اینجاست که در طول این تحقیقات، در این 2 سالی که داره تحقیقات انجام میشه، تمامی رسانه‌های چپ در آمریکا، CNN، NBC، ABC، CBS، همشون، حتی یک سری دیگه از رسانه‌های خارجی مثل BBC در انگلستان، اینا همشون، محققینشون و مفسرینشون به طور قطعی میگفتن که مولر نه تنها دونالد ترامپ رو مجرم خواهد شناخت در این مورد، بلکه دونالد ترامپ رو با جرایم دیگه به زندان خواهد انداخت. یعنی افراد مختلفی می اومدن از حزب دموکرات در مورد این موضوع نظردهی های جدی میکردن و قطعی صحبت میکردن. یه نمونش رئیس CIA هست
در زمان باراک اوباما، رئیس سابق CIA. ایشون میومد میگفت من اطلاعات سری دارم که دونالد ترامپ این کارو کرده و آقای مولر این رو اعلام خواهد کرد و ایشون از زندان خواهد انداخت. الان از هفته گذشته آقای مولر در نهایت گزارش رو تکمیل کرد و تقدیم دادستان کل ایالات متحده کرد. جالب اینجاست که چند هفته پیش و درست بعد از انتخابات میان دوره‌ای تحقیقات دیگه‌ای در جریان بود که در مورد محققینی بود که روی این پرونده در FBI کار میکردن. یک سری از گفتگوهای خصوصی این افراد در چت‌ها و شبکه‌های اجتماعی که با هم ارتباطات شخصی داشتن منتشر شد، اومدن شهادت دادن در موردش. تقریبا شاید بشه گفت 80% افرادی که روی این پرونده با آقای مولر همکاری داشتن، اینا همگی به شدت متنفر بودن از دونالد ترامپ شخصا و شدیداً دنبال به قدرت رسوندن هیلاری کلینتون بودن. یعنی اونجا در بعضی از گفتگوها حتی گفته شده بود که ما باید این آدم رو پایین بکشیم تا هیلاری بشه رئیس جمهور، باید سرنگونش بکنیم. این شهادت ها داده شد، خیلی هاشون اومدن علیه هم شهادت دادن، دوست دختر علیه دوست پسر، دوست ها علیه هم دیگه، بسیارشون به هم خورد، افراد از کار کنار گذاشته شدن خیلی هاشون. یعنی با اینکه یه همچین آدمایی رو این پرونده داشتن کار میکردن، هیچی نتونستن پیدا بکنن. در گزارشی که آقای مولر داده هفته گذشته به آقای دادستان، گفته شده که ما هیچ سندی که بتونه ثابت بکنه دونالد ترامپ با هیچ دولت خارجی بلخص روسیه همکاری داشته نتونستیم پیدا بکنیم. بعد از 2 سال ده‌ها میلیون دلار هزینه این تحقیقات بوده. در ساعتی دونالد ترامپ از ابتدا میگفت این دروغه و همچین اتفاقی نیفتاده و خیالش راحت بود. برای همین هم هیچ مداخله‌ای در تحقیقات مولر نکرد، چون FBI یک سازمان فدرال هست. سازمان‌های فدرال در کنترل دولت هستن. یعنی رئیس دولت که رئیس جمهور است در آمریکا میتونه اینها رو درشون تغییرات ایجاد بده، مدیرها رو عوض بکنه، خلع بکنه یا به کار برسونه، جاهاشون رو عوض بکنه. اما در تحقیقات مولر این کارو نکرده دونالد ترامپ، لذا خدشی هم در تحقیقات انجام نشده. الان دموکرات ها موندن چی بگن؟ 2 سال تمام دارن میگفتن که قطعا دونالد ترامپ میره زندان، نه تنها از ریاست جمهوری خلع خواهد شد بلکه میره زندان. الان اومدن میگن که نه، این تحقیقات باید ما هم شروع کنیم تحقیقات بکنیم. یا مثلا میگن، حرفای مختلفی میزنن. یه سری ها میگن که دادستان بد داره اینا رو نشون میده، یه سری ها میگن مولر احتمالا بهش فشار آوردن، یه سری های دیگه دارن میگن که ممکنه مولر اشتباه کرده باشه. بعد 2 سال به قدر این آدم ها بی اخلاق، نامعقول و آدمایی هستن که فقط به منافع خودشون فکر میکنن و هیچ منطقی دیگه ای رو قبول نمی کنن که حاضر نیستن قبول بکنن که این اتفاق نیفتاده. البته این ببینید، در یک جامعه که دموکراسی هست مردم قضاوت میکنن که آیا این حزب که همش دروغ میگه، به هیچی اعتقاد نداره، آیا میتونیم دوباره بریم به این رأی بدیم برای ریاست جمهوری بعدی؟ تا اینجای کار ضربه بزرگی هفته پیش وارد شده به حزب دموکرات، گذشته از اینکه هفته های قبل هم ایلهان عمر و این افراد جدیدی که از دموکرات‌ها وارد مجلس نمایندگان شدن و اکثریت رو به عهده گرفتن، خرابکاری‌هایی که اون کردن، این هم به اونها اضافه شده و بسیاری الان میگن که دونالد ترامپ مهمات کافی رو داره برای اینکه در انتخابات بعدی پیروز بشه. همین الان داره. حالا کارهای دیگه اگه پیش بیاد معلوم نیست، ممکنه خیلی قوی‌تر هم بشه، شاید هم بد بشه، مشکلاتی براش پیش بیاد. اما به هر حال الان دموکرات‌ها در شرایط بسیار سختی هستن و این به نفع ماست. اما متاسفانه ما میبینیم افرادی هستن در رسانه ها که بعضا در شبکه های ماهواره ای هستن. میدونیم که خب بسیاری از رسانه های حرفه ای خبری که عموما رسانه های خارجی هستن، یعنی BBC رسانه خارجی، ایران اینترنشنال رسانه خارجی، یورو نیوز یا رادیو فردا، اینا همه رسانه های خارجی هستن. اینا مملو است از استمرار طلب و افرادی که واقعا آزادی ایران رو نمیخوان و میخوان که جمهوری اسلامی به هر دلیلی باشه. دلیلش حالا هر کس دلیل مختلفی داره، اما عموم اینها سر این اتحاد داره. واقعا اعصاب من خرد میشه وقتی میبینم یه نفر که سن و سالی هم داره سنجاق سینه اهورامزدا رو میزنه به سینه خودش و میشینه جلوی تلویزیون و کارش اینه که فقط حمله بکنه به تنها کسایی که در خارج از کشور مدافع حقوق مردم ایران هستن. یعنی کار زندگیش اینه. خب این آدم که 30-40 ساله تو این کاراست و سر در میاره، به این باید چی گفت؟
ببینید دو جور طبقه بندی میشه کرد این آدم رو، یا آدم های نادان و جاهل، یا آدمی که از سیاست سر در نمیاره ولی خب تو آمریکا زندگی میکنه و خب اون حزب ممکنه منافعش رو برآورده بکنه و خب این ممکنه دموکرات باشه، ولی آدمی که دیگه تو رسانه هاست، اخبار رو میدونه و همه اینا رو میفهمه، من دیگه نمیتونم بگم جاهله، میتونم بگم خائنه. خائن به خاطر اینکه این منافع مردم براش مهم نیست، این براش مهم اینه که جمهوری اسلامی بمونه. اصلا بدتر که آمریکا رو میذاره جلوی ایران. یعنی چی؟ یعنی اول در مورد آمریکا تصمیم میگیره بعد در مورد ایران. اگه حزبش حزب دموکرات هر چی میگه اونو قبول میکنه، بعد نسبت به اون سیاستشون در مورد ایران تنظیم میکنه. حالا هزاری هم میان میشینن شعر حافظ و سعدی میخونن، خیلیاشون در مورد گذشته ایران و فرهنگ ایران و این حرفا به درد ما الان نمیخوره. ما مشکلمون سیاسیه اینجا الان. البته اینو میدونید اتفاقاتی در هفته‌های گذشته افتاده، خب متاسفانه ما نرسیدیم به اون صحبت بکنیم، زنجیره‌ای از اتفاقات سیاسی، تغییراتی که در ایران اتفاق افتاد. مثلا بذارید شروع بکنم لیستوار بگم. انتخاب رئیس جدید قوه قضاییه که یک آدم کش به تمام معنا هست. بعد بشار اسد رو آورد آقای قاسم سلیمانی تهران بدون اینکه به دولت اطلاع بده. یعنی چی؟ نقش وزیر خارجه رو اونجا خودش تنهایی انجام داد. وزیر خارجه ایران هم ناراحت شد، قهر کرد، گفت من استعفا میدم. بعد رئیس جمهور گفت نمیخواد این با ادا اطفال رو در بیاری. مثلا این سیاستی بود که ما اصلا میدونستیم، یعنی اینجوری بهش القا کرد. اما همونجا من گفتم یادتون باشه که این استعفا به خاطر این نیستش که مثلا من تو این جلسه نبودم، این استعفا به خاطر تصمیم کلی که گرفته شده و تصمیم گرفته شده. جمهوری اسلامی متوجه شد که اروپا داشته با ایران به عنوان کارت بازی با آمریکا بازی میکرده و همشون، البته نه تنها اروپا که روسیه و چین، همشون در به عنوان کارت با جمهوری اسلامی رفتار خواهند کرد. کمترین ارزشی نداره تجارت و صنعت جمهوری اسلامی در مقابل ایالات متحده. یعنی حتی روسیه خیلی بیشتر متکی به آمریکا تا به ایران. در نهایت ایران رو با یه هزینه کافی رها خواهد کرد. همه کشورها، به خاطر اینکه کشورها نظام‌های ملی دارن. ما الان هستیم که نظام غیر ضد ملی داریم. نه تنها غیر ملی که ضد ملی، این نظام ضد ملی گرایی ایرانیه. یک چیزی از خودشون درآوردن، اوهام و خیالات که واقعا حتی عرب‌ها رو به خنده میندازه. حالا این نظام که تصمیم خودش گرفته و دیدیم آقای خامنه‌ای هم اومد تو مشهد تو سخنرانی‌ها گفت که اصلا این، یادتون باشه من گفتم باعث خنده است این شماره حسابی که ساختن اروپایی‌ها برای انتقال پول. ایشون هم حتی اینو گفت، گفت این واقعا به شکلی شوخی میمونه، میگه واقعا هم مسخره بازیه. یعنی این دولت 6 7 8 ماه 10 ماه نزدیک یک سال مردم گذاشته سر کار که با یه شماره حسابی که $3,000 اعتبار اولیش بوده میخواد مثلا بودجه کشور رو تامین میکنه و تجارت با اروپا رو به انجام برسونه. یعنی واقعا خنده داره. حالا تصمیم نظام گرفته شده، نظام دیگه هیچ مذاکره ای نخواهد کرد، نمیتونه مذاکره بکنه. یعنی یک قدم اگر عقب بذاره همه چیزو باخته. یعنی شما بدونید لحظه ای که آقای خامنه ای بگه ما مذاکره میکنیم، این دفعه اینو بگه، دیگه تموم شد، نظام یواش یواش میریزه. یعنی خیلی سریع فروپاشی خواهد شد. لذا اینا مجبورن که مذاکره نکنن، نه با اروپا یا نه با آمریکا، نه با هیچ کس، و مجبورن که رادیکال تر بشن، یعنی فشرده بشن. خب پول کم خواهن آورد. اتفاقی که خواهد افتاد اینه که سپاه و بسیج و این بدنه‌ای که ساختن، حتی گروه‌های خارجیشون مثل حشد و شعبی، اینها ریزش خواهند داشت، چون اونها بیشتر به خاطر پوله که دنبال جمهوری اسلامی راه افتادن. پول که تموم بشه، حشد و شعبی هم تموم میشه و این بدنه‌ای که خامنه‌ای ساخته برای دفاع از خودش، اینها ریزش خواهند داشت. به خاطر اینکه آدم که یه ماه دو ماه حقوق نگیره، بعد همون سپاهی هم باید شکم زن و بچه‌شو سیر بکنه یا نه؟ در این حال که ما باید فعالیت‌های نافرمانی‌های مدنی رو جلو ببریم و هرچه بیشتر نظام رو از کار بندازیم، این مسائل هم اثر خودش رو میذاره و نظام کوچیک‌تر میشه. و من بارها گفتم برای انداختن یک نظام کوچیک بسیار ساده‌تر از انداختن یک نظامی که داره کار میکنه و فعال و بزرگه. اون خیلی راحت تره، خشونتش بسیار کمتره، مشکلش خیلی کمتره، اتحاد بین مردم بیشتر خواهد بود، درگیری نخواهد شد، به اون درگیری ها بسیار پایین تر خواهد بود. اون بسیار به نفع ماست و چیزی که ما دنبالشیم. اما مسئله اینجاست، ما الان تکلیفمون چیه؟ ببینید یک سردرگمی هستش که دولت هم به اون با این رفتارهاش دامن میزنه در اپوزیسیون. ببینید سیستمی که نظام ایران داره کلن،
اینو میشه در بسیاری از سیاست ها دید. یه نمونه سیاست ارز، مثلا میاد دلار 3300 تومانی رو یک دفعه میکنه 15000 تومان، بعد میکنه 18000 تومان، بعد میکنه 20000 تومان، بعد مردم یک دفعه شوک بهشون دست میده، بعد یه دفعه این دلار میشه 13000 تومان، یعنی عقب نشینی میکنه قیمت و روی 13000 تومان باقی میمونه و مردم خوشحال میشن که چه خوب که دلار شد ارزون شد. غافل از اینکه موقعی که دلار بوده 20000 تومان، دولت که تنها تامین کننده دلار در کشوره، تمام ارزش رو ریخته در بازار و میلیاردها تومان پول درآورده از این کار. بعدم دلار آورده رو 13000 تومان نگه داشته و مردم ما هم خیال میکنن که چه خوب شد که 13000 تومان شد. غافل از اینکه 3 ماه قبلش بوده 3000 تومان. کجای این خوبه؟ تمام رفتارهای نظام به نظر میاد از یک گروه خارج میشه. یعنی یک گروه، یک کمیته کوچیک و مشخص. یعنی یک فکر مشخص دارم. همه کاراشون اینطوریه. جزر و مدیه کاراشون. میان یک سری نخاله و آدم کج کوله رو وارد میکنن داخل اپوزیسیون، یعنی میفرستن خارج به این حالت که وارد اپوزیسیون شدن. اینا خیلی راحتم. ببینین من هزاران نفر آواره میبینم، آدمهایی که واقعا پناهندگی حقشون بوده و نگرفتن، به همین سادگی بهتون میگم. اما یه دفعه یه آخوندزاده یا آقازاده از تهران مستقیم میره فرانسه، یا میبینین یه خانم جوان روزنامه‌نگار یه دفعه میره انگلیس و بهترین روزنامه مثلا میره ایندیپندنت استخدام میشه. اصلا این چیزا، ببینید شما اگه واقعا تو این واقعیات جامعه ایران باشید، جامعه های پناهندگی و شرایط سختی که ایرانی های واقعی، اونایی که واقعی هستن دارن، اصلا این یه جوری مثل معجزه میمونه. به شما بگم معجزه است که شما به این راحتی برید کشور اروپایی پناهندگی بهتون بدن، اجازه کار بهتون بدن و بهترین شغل بهتون بدن. یه روزنامه نگار اصلاح طلب چه سوادی داره که بره تو ایندیپندنت کار بکنه؟ من این سوالمه. مگر اینکه افرادی از جاهای بالا اینشون رو انتخاب کردن به همین سادگی، یا افرادی از جاهای بالا و آقای زم مستقیم نظر داشتن که انقدر راحت میره فرانسه، انقدر راحت تحویلش میگیرن. البته میدونید که من زیاد به این موضوع نمیپردازم. من فکر نمیکنم هیچ وقت از این آدم حتی حرفی زده باشم. چرا؟ همون ابتدا افراد آگاه در روزنامه نگاری، ژورنالیسم واقعی به من هشدار دادن که این آدم اصلا نه روزنامه نگاره، نه بهش میاد این کارا و این حرکت ها بسیار مشکوک میاد. لذا من از دور فقط ناظر بودم این چی کار داره میکنه. هیچ وقت استناد نکردم به مطالبی که داره میگه، به خاطر اینکه همیشه فقط حرف مفت میزد و هیچ چیز رو هیچ وقت اثبات نکرد. فقط میگفت ما سندشو دادیم. سند چی رو دادی عزیز من؟ چه سندی؟ یه دونه کپی کج کوله، یه عکس کج کوله از یه مدرک که چند کلمه انگلیسی روش نوشته که سند نیستش که. بگذاریم. در مورد این داشتم صحبت میکردم که نظام رفتاراش جزر و مدیه. ببینید میاد یه سری نخاله کج کوله مثل این آقا رو میفرسه خارج. یه دفعه اینا میرن اروپا، جای مختلف اروپا، خیلی قشنگ کراوات میزنن، میشن جلو تلویزیون صحبت میکنن. به این من اینجا از ترسم نمیتونم هویت خودم رو مشخص بکنم، به خاطر جمهوری اسلامی دستش به آدم میرسه، هم به خود آدم میرسه هم به خانواده آدم میرسه. و اینو من به شما بگم، کسی که انقدر راحت میشینه جلو تلویزیون، یا باید شما، ببینید من اینو به شما بگم، یا باید شما دستتون به جاهای محکمی بند باشه که بتونید بشین جلو تلویزیون، و یا خانواده‌ای در ایران نداشته باشین، و یا خودتون علاز امنیتی خیلی قرص و محکم باشید که بتونید بشین جلو تلویزیون و هرچی دوست دارید بگید، یا اینکه ترسی نداشته باشید که اتفاقی براتون برای خانواده‌تون میفته. اینجوری من به شما بگم، مثلا من اگر آدم نظام باشم، خب بشینم جلو تلویزیون یه حرفایی هم بزنم، به خاطر چی؟ که یه سیاست‌های دیگه یه جلو ببرم و به موقع بتونم ضربه بزنم به اپوزیسیون. معلومه که ترس نخواهم داشت. چرا؟ چون میدونم اول آخر برای نظام دارم کار میکنم و اونا اینو میدونن، و نه تنها به خانواده‌ام اتفاق نمیفته، بلکه ممکنه برن یه پولی هم در خونمون بدن. درسته؟ اما شما اگر واقعا انسان واقعی باشین و این ارتباطات رو نداشته باشین، اصلا نمیتونید تفکر بکنید که بتونید هویت خودتون رو به این سادگی‌ها نشون بدین و آشکار بکنین و سالم از این بیرون بیاید. یعنی اتفاقاتی برای شما خواهد افتاد. لذا نظام ایران یک سری از این افراد رو میفرسته خارج در جاهای مختلف، در واشنگتن هستن، در تمام اروپا هستن، در کانادا پرن و جای مختلف، که چیکار بکنن؟ بیان فضا ایجاد بکنن در اپوزیسیون و در رسانه ها و
و وقتی که لازمه نظام این فضا رو از بین ببره و خلأ ایجاد بکنه. مثالی که من براتون میزنم اینه که فرض بکنید شما یه خونه میخواید بسازید و این خونه مثلا اپوزیسیونه. این خونه رو میسازید، دیوارها رو بالا میبرید، اما یه نفر میخواد کار شما رو خراب بکنه. کاری که میکنه اینه که چند تا میاد یک سری آجر قلابی میریزه قاطی آجرهای شما و شما این آجرها رو استفاده میکنید، باش میسازید میره بالا. چرا این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه این آجرهای قلابی که در دیوارهای شما قرار میگیرن یک جایی از کار اینها فرو خواهند ریخت، حالا یا به خواست اون آدم یا خود به خود فرو خواهند ریخت و اتفاقی که میفته اینکه خونه شما از ریخت میفته، شما بهتون بر میخوره، ناراحت میشین یا ممکنه خونتون حتی خراب بشه. امید نظام اینه که این آدم ها رو بفرسته اپوزیسیون و هر وقت لازمه یا اینا رو بسوزونه یا اینکه مثل اون آدمی که بود چند سال پیش اگه یادتون باشه اومد و گفتش که من سپاهی بودم و بردنش این ورانور تو اروپا با این اون مصاحبه کرد، بعد یه دفعه یه شبه غیبش از ایران سر در آورد. یک دفعه چی؟ باد خیلی خوابید، هم مردم ایران ناامید شدن هم باد خیلی از اپوزیسیون خوابید. چرا؟ به خاطر اینکه خلأ ایجاد شد. وقتی یک امید ساخته میشه و جلو میره، وقتی این امید یک دفعه از شما گرفته بشه شما ناامید میشی، خلأ ایجاد میشه و این چیزی که زمان میخره برای نظام جمهوری اسلامی که بتونه مشکلاتشو حل بکنه، بتونه سرکوب ها رو انجام بده و بتونه مسائلشو حل بکنه و بتونه بیشتر اون بکنه. دلیل این که اون آقا فرستاده شده بیاد بره تو روزنامه تو انستیتو واشنگتن کار بکنه، مقاله بنویسه که چرا در ایران انقلاب نمیشود، که همون موقع من به شدت بهم برخورد این مقاله و واقعا توهین‌آمیز بود که جمهوری اسلامی رو شما چطوری میتونی نوعی دموکراسی به حساب بیاری. اما جمهوری اسلامی، خب درسته که این آدم واقعا داشت برای جمهوری اسلامی به نظر من کار میکرد و این تئوری ها چیزی که واقعا عالی برای جمهوری اسلامی، مخصوصا این چیزها رو برای خارجی ها میگن. ببین چون خارجی ها از این آدم ها استفاده میکنن که بدونن تو ایران چه اتفاقی میفته، که یه قسمتی از صحبت منم در این برنامه برمیگره به اون که الان بهش اشاره خواهم کرد. اونها میخوان بدونن که ایران چه اتفاقی درش داره میفته و یکی از منابع همین آدمان، همین آقایی که خانمش کلاه بردار بوده سالها در ایران با تمام احزاب کار کرده و مقاله اینطوری می‌نویسه در دفاع از جمهوری اسلامی، این یکی از منابع خارجی ها بوده که بدونن که مثلا ایران چه اتفاقی درش داره میفته و در مورد ایران اطلاع بگیرن. شما خیال بکنید چه کسایی دارن در مورد ما به خارجی ها اطلاع رسانه میکنن و در واشنگتن خبرهای ایران از چه کسایی داره خارج میشه که به گوش دول خارجی و مخصوصا ایالات متحده برسه. البته خوشبختانه آمریکا خب سیستم بزرگیه و اونا ناظرین خودش هم دارن، اما فقط دولت آمریکا نیستش که ایالات متحده، دموکراسی بزرگیه و افکار زیادی درگیرن در این دموکراسی و اونها نمیان صرفا نظر دولت رو بپرسن، که نظر انستیتوهای مستقل رو هم میپرسن که انستیتو واشنگتن هم یکی از هموناست. به هر حال این کاریه که نظام میکنه و مدام سعی میکنه که اپوزیسیون رو گول بزنه. ببینید راه حل این موضوع، این که نظام ایران دیگه نتونه این کار رو انجام بده، راه حل داره واقعا و این راهیه که به نظر من راه نجات ایران هم هست. این به نظر من البته یکی از مهمترین عناصر هست و راه نجات ایران بسیار بزرگتر از این حرف هست، اما مهمترین مسئله اینجا که ما دیگه از این قسمت نخوریم. یعنی خب من که به عنوان یک مشروطه‌خواه موضع خودم رو دارم و حتی این آدم اون موقع که اون مقاله رو هم نوشت موضع همین موضع رو داشتم و اون رو قبول نکردم و عکس العمل هم نشون دادم بهش و به انستیتو واشنگتن حتی من نامه انگلیسی نوشتم که من گفتم برای شما متاسفم که چنین افرادی رو آوردین استخدام کردین در بخش ایران که کار بکنن. به هر حال ببینید مشکلی که داره اپوزیسیون یه مشکل بزرگ داره و دولت ایران از این مشکل و نظام جمهوری اسلامی به این مشکل واقفه و تمام سوء استفاده رو داره از این مشکل میکنه. مشکل چیه؟ مشکل اینه که کار ما کار درست سیاسی نیست. اپوزیسیون ایران واقعا یک اپوزیسیون نیست. اینجوری من به شما بگم، به لحاظ علمی علم سیاست اپوزیسیون نیست. و الان در قرن 21 همه چیز علمیه، همه چیز بر پایه علمه و سیاست هم الان دیگه یک علمه. اینجوری من به شما بگم، ما واقعا در اشکال اپوزیسیون اینه و افرادی که فکر میکنن کار سیاسی میکنن، اینکه در جریانهای سیاسی نیستن. ببینید اینکه ما مثلا میایم یه سری مطلب میخونیم یا ویدیو میبینیم و با یه سری چیزا مخالفیم با یه سری چیزا موافقیم و فکر میکنیم که ما داریم سیاستی رو دنبال میکنیم، یا میایم بعضی وقتا یه کامنتای مینویسیم یا کارهایی میکنیم یا عکس العملای نشون میدیم،
یا لینکی رو شیر میکنیم یا لایک میکنیم، از اینجور کارا. اینها کار سیاسی نیست عزیزان من. ببینید کار سیاسی چیه؟ من در اون ویدیو هم برای سال نو گفتم ما کار سیاسی خواهیم کرد. کار سیاسی چیه؟ جلو بردن فکر و اندیشه یک جریان یا بهتر از اون یک حزب سیاسی کار سیاسیه. یعنی چی جلو بردن؟ یعنی اینکه ما مثلا به یک فکر و اندیشه سیاسی اعتقاد داریم، به یک جریان سیاسی اعتقاد داریم، این جریان سیاسی رو در بین مردم گسترش بدیم. یعنی مثلا این جریانی که ما درش هستیم اگر امروز 100 تا عضو داره، فردا 101 عضو داشته باشه. به خاطر چی؟ به خاطر کارهایی که ما کردیم، تبلیغاتی ما که ما کردیم، حمایتایی که ما کردیم. این کار سیاسیه. متوجه شدین؟ جمهوری اسلامی اینو میدونه که خیلی ایرانی‌ها سیاست رو اینجوری نگاه نمی‌کنن اصلا. برای همین ورم یک مشت نخاله انواع اقسام آدم رو چه بخوایم میفرسته، از استاد دانشگاه گرفته تا نخاله و آدم کوچه بازاری و لات و هر جور آدم. آدم میفرسته که تبلیغ خشونت بکنن، آدم میفرسته که الکی یک سری اسرار ما فاش میکنیم. اینا به در اینا هیچ کدوم کار سیاسی نیست. جمهوری اسلامی اینو میدونه و مردم رو با این با نمایش ها میذاره سر کار که واقعا کار سیاسی نشه. اما کار سیاسی رو ما چجوری میتونیم پیش ببریم؟ ببینید من یه نمونه میخوام به شما بگم که بدونید چرا، چون این موضوع برای خیلی سواله، یکی دو تا سوال رو جواب میده. چیزی که میخوام بگم ممکنه خیلیاتون خوشتون نیاد، اما لازمه ما با حقایق روبرو بشیم تا اینکه مشکلاتمون رو حل بکنیم. ببینید در کل جریان‌های سیاسی که من میبینم و احسابی که حالا لااقل به اسم حزب وجود دارن، تنها حزبی که حرفه‌ای ترین کار رو انجام میده در تمام این گروه‌هایی که مخالف دولت ایران هستن، حزب مجاهدین خلقه. ببینید مجاهدین با تمام این که نه در ایران کسی طرف، اصلا من در تمام طول عمرم حتی یک نفر که طرفدار اینا باشه ندیدم، چه در ایران چه بین تمام این آواره‌های دیگه، اصلا مجاهد من ندیدم از نزدیک. اینجوری من میشم میگم یکی دو نفر دیدم، یه بوره کوتاه مجاهد بودن بعد اومدن بیرون فرار کردن، بعد از اینجور شرایط داشتن، یه همچین شرایطی داشتن. اما این گروه با اینکه طرفدار بسیار ناچیزی در ایران داره و در خارج هم بسیار طرفدارانش کمن، اما تونسته خودشو به شکل یک حزب سیاسی و یک جریان سیاسی در بیاره. این حرفه‌ای ترین جریان سیاسیه که در بین ایرانی‌ها هست. به همین دلیل هست که شما می‌بینید خارجی‌ها، شخصیت‌های خارجی میان تو همایش‌ها اینا سخنرانی می‌کنن. فقط پول نیست. ببینید ما خیال می‌کنیم که آقا فقط به خاطر پول، نه فقط به خاطر پول نیست. ببینید سیاست یک علمه و این علم در تمام دنیا تدریس داره میشه چندین ساله. فقط چی؟ ما ایرانی ها از این علم محروم بودیم. البته نه هممون، خوشبختانه الان ققنوس رو میبینید افراد بسیار فرهیخته‌ای در اون هستن که دارن این کارو کردن، منتها برای خارجی ها کردن و در خارج درس خوندن و کار کردن، اما اونا واقفن که علم سیاست چیه. ببینید مجاهدین خلق سالها پیش به این موضوع پی بردن که اگر بخوان در خارج حمایت حامی داشته باشن به عنوان یک جایگزین جمهوری اسلامی، باید تبدیل بشن به یک حزب سیاسی که خارجی‌ها اونو درک میکنن، تمام خارجی‌ها. چرا؟ چون سیاست یه علم جهانیه دیگه. خب و روی این موضوع کار کردن. من نظر شما رو جلب میکنم به یک مصاحبه‌ای که آقای امیر طاهری داشت، نمیدونم کجا بود، یادم نیست کجا بود، اما در مورد این موضوع صحبت میکرد که سالها پیش در نیویورک فکر میکنم با یه سیاستمدار نیویورکی صحبت میکرده و اون سیاستمدار نیویورکی یه دفعه صحبت مجاهدین شده و اونجا گفته که این آدما، این مجاهدین بهترین سربازان منن. گفته چطور؟ گفته به خاطر که اینا خیلی کمک میکنن به من. وقتی میتینگ داریم ماشین میارن آماده میکنن، آدما رو میبرن، آدما رو میارن. ببین این اینا تمرین سیاسی کردن سالهاست مجاهدین و حتی خارجی‌ها از این خوششون اومده. چرا؟ چون این چیزی که درک میکنن. ببین سیاست همه جای دنیا اینجوری کار میکنه. شما داخل یک جریان کار میکنی، اینجوری نیست که اون کانال اینو میگه تو خوشت میاد، اینکه این کانال اینو میگه بیای فوشای رکیک بدی. یه سری هم که قربون شدن خیال میکنن فقط فحاشی کار سیاسیه. ببینید مجاهدین این رو درک کردن، گروهی که همه از اینا متنفرن. من شخصا از حتی اسم این بعد متنفرم، هم مجاهد هم خلق، از هر دوی اینا و چیزی که اینا نمایندگی میکنن متنفرم، هم کمونیسم هم اسلامیسم، از هر جفتش متنفرم و اینها رو به شدت مهلک میدونن برای ایران، هر دوی اینها رو. اما شما خیال بکنین اینها شدن یه حزب سیاسی واقعی. چرا؟ به خاطر اینکه تمرین کردن و این کار رو انجام دادن. ما باید روی پای خودمون وایسیم، وارد جریان‌های درست سیاسی بشیم، اونها رو بسازیم و جلو ببریم و حرفه‌ای بشیم.
ببینید تکلیف خارجی ها معلوم بشه. ببینید خیلی دولت های خارجی واقعا به شما بگن مخالف اینه که جمهوری اسلامی بره. چرا؟ به خاطر اینکه نمیدونن چه اتفاقی بعدش میفته. ببین ما خودمونم میگیم که ایران سوریه نمیشه. بله سوریه نمیشه، اما ممکنه جنگی پیش بیاد، ممکنه نارامی بشه. متوجه این؟ لااقل خارجی ها این رو فکر میکنن. ما خب از فرهنگ خودمون آگاهیم، میدونیم که هموطنهای ما همدیگر رو نمیکشن، یعنی همچین فرهنگی در ما نیست واقعا که بخوایم روش حساب بکنیم. خیلی از کشورهایی که تو این چند سال درش جنگ شد اینا اصلا فرهنگشون رو کشتاره، مثل ما فرهنگ لطیف و اندیشه فرهنگی و ملی خیلی متمدنانه این که نداشتن هیچ وقت که اینا. شاید بعضیاشون بهترین چیزی که داشتن همین اسلام بوده که از ابتداش فقط سربریدن آدم کشی بوده. ببینید خب اون مثال رو براتون زدم، مثال تلخیه اما ما باید واقعا قبول بکنیم این رو. دول خارجی بعضی ها مقاومت خواهند کرد در مورد تغییر رژیم در ایران. چرا؟ به خاطر اینکه واقعا آلترناتیوی نمی‌بینن. بدتر از همه اینکه حتی این مجاهدین خلق رو هم آلترناتیو به حساب نمیارن، بخاطر اینکه میبینن اینا حزب سیاسی مثلا امروزی هستن و چارچوب دارن، ارگانیزیشن دارن، خیلی ارگانایزدن و درست حسابی میتینگ برگزار میکنن. اما اینا میدونن که مردم ایران متنفرن از اینا، حتی خیلی شاید ترس اینو داشته باشن که مجاهدین بخواد اسلحه کشی بکنه در ایران و جنگ داخلی را بندازه. همین مجاهدین، یعنی خارجی ها این طرز داشته باشن و یک جنگ دیگه و یک آوارگی دیگه، یک بحران مهاجرین دیگه و هیچ کس الان دنبال جنگ نیست. واقعا اینو به شما بگم به خاطر اینکه من قبلا هم گفتم از نگاه اقتصادی و دنیا الان اقتصادیه و از نگاه اقتصادی جنگ همیشه هزینش برای همه بیشتره تا صلح. صلح همیشه به نفعه، اینجوری من به شما بگم. لذا کاری که ما باید بکنیم و برنامه‌ای که من در نظرم دارم و سیاستی که من دنبال می‌کنم و از اون حمایت خواهم کرد اینه که ما داخل یک جریان قرار بگیریم. من خب طرفدار پروپاگاندای مشروطه خواهی هستم، چون مشروطه خواهی نه تنها همیشه در رأس پیشرفت در ایران بوده بلکه سابقه بسیار پربار داشته. مشروطه خواهی پشتیبان بزرگترین پیشرفت های ایران بوده، از زمان رضا شاه بزرگ حساب بکنید تا محمد رضا شاه و متاسفانه اونجا دیگه مشکل پیش اومد و ما این را ادامه خواهیم داد. ببینید ما باید، مردم ایران باید تصمیم بگیرن که از این اینور اونور رفتن ها خودداری بکنن. بعضی خیال میکنن آقا ما طرفدار مثلا چه میدونم آزادی های یواشکی هستیم یا چهارشنبه های سفید، اینا کار سیاسی نیست. کار سیاسی گفتم اینه که ما وارد یک جریان سیاسی بشیم، داخل اون قرار بگیریم، اندیشه های اون رو پیروی بکنیم و اون رو جلو ببریم و اعضاش اضافه بکنیم و به طرفدارانش اضافه بکنیم. وقتی این اتفاق بیفته یواش یواش مردم ارگانایز میشن. ببینید شما وقتی مردم ایران تعداد زیادیشون درصد بالایی طرفدار یک حزب باشن یا یک جریان سیاسی باشن، اون جریان خیلی ساده میتونه نظام ایران رو بندازه و جایگزین اون یک نظام دیگه بالا بیاره، البته با همکاری بقیه مردم ایران، بقیه حزب‌ها. منظورم این نیستش که مثلا یه حزب خودش بتونه همه این کار رو بکنه و این کار رو بکنه، نه، همه باید بازی داده بشن. اما تا یک جریان بزرگی پیش نیاد که خودش تنه قوی نداشته باشه و دیگران هم به این تنه بپیوندن، به نظر من اتفاقی نخواهد افتاد، اصلا نمیتونه بیفته اتفاقی. از همه مهمتر این که اگر هم اتفاقی بیفته نتیجه‌ای نخواهد داد، بخاطر که اتحادی وجود نداره که بخواد نتیجه بده، اندیشه‌ای به وجود نیامده که بخواد دور اون اتحادی به وجود بیاد که حتی همه‌پرسی برگزار بشه و مردمی که در این همه‌پرسی شرکت میکنن بدونن به چی میخوان رأی بدن. یعنی ما باید قبول بکنیم که باید داخل یک جریان کار بکنیم. اینو من به شما بگم، من خب مشروطه خواه هستم، پیشنهاد من مشروطه خواهیه. مشروطه خواهی قسمت‌های بزرگی داره، جریان بزرگیه، افراد مختلفی رو شامل میشه، طرز فکرهای مختلفی رو شامل میشه، اما اینها در جهت مدرنیته و مدرن کردن ایران پیش میرن. یکی از دلایل مهمی که من مشروطه خواه هستم این که مشروطه خواهی پادشاهی پارلمانی رو ساپورت میکنه. ما در ایران نیاز داریم که برگردیم به ارزش‌های ملی و میهنیمون. ببینید اون کشورهایی که بسیار از ما شاید یک سوم ما تاریخ داشته باشن، حتی اونها به ارزش‌های ملیشون که خیلی هاشون پادشاهی در اون دخیل هست و جز اون هست پایبند بودن. حالا ما اومدیم یک چیز جدیدی رو امتحان کردیم 40 سال پیش که فاجعه عذاب در اومد، بدترین مدلش و بدترین راه رو رفتیم و الان تو دردسری افتادیم که واقعا جدیه، ممکنه ایران رو از دست بدیم. چیزی که میتونه ما رو به هم پیوند بده این افکار ملی هست که پادشاهی قطعا یکی از اوناست.
نهاد تاج در کشور میتونه مردم رو و کشور رو متحد بکنه. ببینید اتحاد کشور بسیار مهمه. ما ایرانی ها طی چند قرن گذشته یه کار مهمی کردیم، این بود که کشور ایران رو یک پارچه نگه داشتیم، نذاشتیم تجزیه بشه و از بین بره. این حداقل کاری بود که ما کردیم تا همین امروزش، و این رو باید ما ازش پاسداری بکنیم. ایران نباید تکون بخوره و چند پاره بشه و یا احیانا امیدوارم هرگز نشه تجزیه بشه. همچین اجازه نخواهیم داد و راه اون بازگشت به ارزش‌های ما هست. نمیدونم دقت کردین یا نه، این ارزش‌ها در داخل ایران داره شکوفا میشه. یه نمونه من مثال میزنم، چهارشنبه سوری. چیزی که ببینید چند سال پیش طی این سالیانی که ما سالها در ایران زندگی کردیم، چهارشنبه سوری همیشه شب انفجار و آتش و درگیری و یعنی شب جنگ بوده یه جورایی، لااقل در تهران اینجوری بود. ببینید من یادم میاد یک شب داشتم میرفتم خونه، چهارشنبه سوری داخل یک ماشین بودیم، یعنی از خیابونای تهران که رد میشدیم همینجور انفجار اینور اونور ماشینی که ما درش بودیم اتفاق میافتاد و منفجر میشد. یادم میاد انقدر وضع خراب بود و انفجار و شدید بود که یکی این ترقهای دستی که جوونا میساختن و خیلی غیر استاندارد بود خورد تو شیشه جلوی ماشین ما. من یادمه این منفجر شد و ترک برداشت، اما راننده ما به قدری ترسیده بود که توقف نکرد، ما همینجور گاز دادیم و از خیابون رد شدیم. یعنی بدون این بود شب چهارشنبه سوری تهران، اینقدر وحشتناک و دهشتناک. امسال ببینید چه اتفاقی افتاده. خود جمهوری اسلامی و دستگاه‌های اون، وزارت بهداشت ایران میگوید شمار مصدومان حوادث چهارشنبه سوری سال جاری در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش داشته است. رئیس اورژانس ایران میگوید شمار مصدومان 65% کمتر از سال پیش است و مدیر عامل آتش نشانی تهران گفته شمار حریق‌ها به نصف رسیده است. من الان به شما میگم چه اتفاقی داره میفته. مردم ایران یه سریاشون که میدونن و براشون روشن شده اساس و اصلشون، دیگه شب چهارشنبه سوری شب آشوب به حساب نمیارن، یک شب ملی و میهنی به حساب میارن. این شب براشون مهمه که مقدس باشه به لحاظ میهنی، برای همین براش احترام قائلن. به جای اینکه بزنن و بترکونن و بسوزونن، میرقصن و میخورن و خوش میگذرونن. این باعث شده که 65% مصدومان آمارش کم بشه، یعنی حریقا به نصف برسه. و من به شما میگم چهارشنبه سوری سال دیگه از این هم بسیار کمتر خواهد شد، بخاطر اینکه مردم به شدت به همه روزهای ملیشون دارن برمیگردن. به شدت جوان ایرانی الان فکر میکنه مهمه که ما به شب چهارشنبه سوری احترام بذاریم. من برای چی مردم باید بترسونم؟ این شب باید شبی باشه که ما اتحاد به دست میاریم، دور هم جمع میشیم، میگیم و میخندیم و میخوریم در شادی و میرقصیم، یا به سنت هزاران ساله از روی یک آتش کوچیک میپریم. ببینید این چیزیه که مردم ایران دنبالشن و این چیزیه که نظام نمیتونه کنترل بکنه و واقعا لرز به اندام این نظام میفته وقتی این آمارها رو میبینن. ملت ایران دارن به سمت ارزش‌های ملیشون حرکت میکنن، به سمت ارزش‌هایی که هزاران سال داشتن و در 40 سال گذشته تمام زورشو دیگه دستگاه اسلام در ایران زد تا اینا رو پاک بکنه، اما شکست خورد به کلی و دیگه فرو خواهد ریخت. و اون ارزش‌ها بسیار پررنگ‌تر از حتی زمان شاه، من به شما بگم بسیار پررنگ‌تر خواهد شد. یعنی زمان شاه اگه اون جشن‌ها رو دیدین، اون شرایط رو دیدین، صبر کنید ببینید بعد از براندازی این نظام چطوری مردم جشن خواهند گرفت این روزها رو. دیگه فقط خوشی خواهد بود، رقص و آواز خواهد بود، خوشحالی خواهد بود و بسیار متفاوت خواهد بود شرایط ما داشتیم، حتی از زمان رضا شاه، حتی از زمان محمد رضا شاه پهلوی بسیار متفاوت خواهد بود، بخاطر اینکه مردم با تمام اشتیاق حرکت میکنن. اما چیزی که ما رو میتونه پیوند بده به اون، حرکت در یک جریان سیاسی که گفتم، و من جریان مشروطه خواهی رو پیشنهاد میکنم. مشروطه خواهی چیزی که ما رو وصل خواهد کرد به اصل و اساسمون، به ارزش‌های هزاران سالمون، به چیزهای با ارزشی که ما داشتیم و در گنجه گذاشتیم و گذاشتیم کنار. ما باید بریم دوباره اینها رو در بیاریم، اونها رو قاب بکنیم، روی دیوارها بذاریم و واقعا به اونها افتخار بکنیم که در کشوری زندگی میکردیم که چنین تاریخ و تمدنی داشته، در کشوری زندگی میکردیم که هرگز بردهداری، صنعت بردهداری در اون نبوده، در صورتی که در همه این کشورهای اروپایی که الان به ما فخر میفروشن و فکر میکنن مهد تمدنن، تا همین چند قرن پیش هم بردهداری رواج داشت و دایر بود. ما باید واقعا افتخار بکنیم به اون ارزش ها. و البته بگم نباید همه چیز رو هم قاطی بکنیم، و من به شما و در مورد این مسائل حتماً
صحبت خواهم کرد در پادکست های بعدی. من در این پادکست بیشتر از معمول صحبت کردم، میدونم، چون خب چند هفته است برگزار نشده، یه مقدار از حرفایی که تو دلم مونده بود زدم، امیدوارم سرتون رو درد نیاورده باشم. اما واقعا اینطوری بیاین فکر بکنیم که وارد یک جریان سیاسی و فکری بشیم، به اون پایبند باشیم، اون رو جلو ببریم. به لحاظ سیاسی خال زنک بازی نیست، کار سیاسی جلو بردن یه اندیشه سیاسیه، اینکه ما دیگران رو قانع بکنیم و اون رو به نتیجه برسونیم، این کار سیاسیه. و توسعه و پیشرفت در ایران از اونجا ادامه بدیم با کمک گروه‌ها و احزاب دیگه. من مشروطه خواهم، من به تفکر سیاسی مشروطه اعتقاد دارم، این رو بهترین میدونم برای ایران، چون پادشاهی پارلمانی رو پیشنهاد میکنه، چون از پادشاهی شاهزاده رضا پهلوی و خاندان پهلوی در مجموع حمایت میکنه. اینو بدونیم، پادشاهی پارلمانی فقط به یک نفر متکی نیست، یعنی فقط به شاهزاده رضا پهلوی متکی نیست، ما به یک خانواده سلطنتی و پادشاهی داریم که به اون اعتقاد داریم و روی اون حساب میکنیم و خاندان پهلوی هستن که این سیستم رو حمایت میکنن و حاضرن در ادامه اون ملت ایران رو یاری بکنن. این شانس خیلی خوبیه، اجازه بدین ما در این جریان حرکت بکنیم و این رو جلو ببریم. امیدوارم برنامه امروز و برنامه های دیگه که در طول هفته منتشر میکنم رو بپسندید. لطفا لایک و شیر فراموش نشه. اگر نظری دارید حتما در قسمت کامنت ها برای ما بذارید، ما همه نظرها رو میخونیم و دوست داریم بشنویم نظر شما رو جدا. و اگر امکانش براتون هست میتونید به صفحه پیتریان به لینک همیاری که ما زیر ویدیوها میذاریم مراجعه بکنید، عضو بشید و از ما حمایت مالی بکنید، واقعا ممنون میشیم. تا برنامه بعدی، بدرود.